E3 یا نمایشگاه سرگرمی‌های دیجیتال برای همه کسایی که به بازی علاقه مندن ایونت فوق‌العاده مهمیه. جایی که بازی‌سازا و کمپانی‌ها از عنوان‌های جذاب و تکنولوژی‌های جدیدشون رونمایی می‌کنن و گیمرها هم از دیدن این همه محصول هیجان‌انگیز ذوق‌زده میشن. من خودم یه ذره با این قضیه مشکل دارم که یه عالمه گیم پلی و تریلر خفن بذارن جلوم بعد بگن خب حالا باید کم کم 7 ماه وایسی تا بتونی بازیشون کنی. با این حال نمیشه انکار کرد که E3 امسال هم مثل هر سال دیگه پر از خبرهای جدید و مختلفه که هر کدوممون منتظر یه سریاش هستیم. از بین همه بازیهای معرفی شده من شخصا بیشتر از همه منتظر این هفته. این عنوان انحصاری مایکروسافت با ظاهر گرافیکی و گیم پلی متفاوتش واقعا بین بقیه بازیایی که اعلام شدن چشمگیر و متمایز. تو سی آف تیفز بعد همراه همتیمیای آنلاینمون دریا نوردی کنیم و کشتی آدمای دیگر رو نابود کنیم و رو جزیره‌های فراموش شده دنبال گنج بگردیم. خیلی خوشحال کننده است که کمپانی رر بعد 5 سال کار کردن رو بازیای کینکت دوباره برگشت به سبک بازیای قدیمیش، اما این بار با تاکید بر تیم ورک و بخش آنلاین. از وقتی سویچ عرضه شده مطمئنم خیلی از ماها بی صبرانه منتظر یه سوپر ماریوی جدید برای این کنسول با قابلیت های متفاوتش هستیم. این عنوان مورد انتظار نینتندو که تو E3 حسابی نظر همه رو به خودش جلب کرد فقط یه پلتفرمر خطی نیست، بلکه به نظر میرسه این بار بشه تو مراحل مختلف آزادانه گشت و گذار کرد و با کپی کلاه ماریو کارهای جدیدی مثل تسخیر کردن اجسام مختلف دشمنا و NPC ها انجام داد. خیلی خیلی دوست دارم بدونم سوپر ماریو آدیسی میتونه به پای آخرین زلدا برسه یا نه. به نظرم دیوید کیج یکی از خلاق‌ترین و تاثیرگذارترین افراد دنیای بازیه و کوانتیک دریم هر بار با بازیای متفاوتش که توشون معمولا در نقش چند تا کاراکتر مختلف حرف میزنیم، تصمیم میگیریم و یه جورایی باهاشون زندگی میکنیم، ما رو به یه دنیای نیمه واقعی بین سینما و گیم میبره که میتونم بگم هیچ بازی دیگه ای از هیچ کمپانی نتونسته حس مشابهش رو بهم بده. با اینکه به نظرم تریلر دیترویت نسبت به بقیه کارهای کیج کمتر شخصی و احساسی و بیشتر کلیشه‌ای بود، بازم نمیتونم صبر کنم تا ببینم کوانتیک دریم این دفعه میخواد چجوری سورپرایزمون کنه. This is our story. قسمت اول بتلفرانت با بخش کمپین ضعیفش نتونست انتظار خیلی ها رو از تبدیل شدن این فرانچایز سینمایی به یه بازی برآورده کنه. با این حال علاوه بر گیمپلی جالبی که از بتلفرانت 2 تو E3 نمایش داده شد، نشون دادن هوشمندانه دارک مال کافی بود تا ما طرفدارای استار وارز رو از خود بیخود کنه و دلمون بخواد هر چی سریعتر این بازی رو تجربه کنه. و باید دید آیا EA میتونه با استفاده از پتانسیل بالای دنیای عظیم جورج لوکاس برای یه بخش داستانی معرکه و برطرف کردن ایرادای قسمت قبلی یه عنوان خوب و به یاد موندنی استار وارز برامون عرضه کنه یا نه. The first to see the gods. دهمین عنوان این فرانچایز تاریخی این بار ما رو به دنیایی خیلی قدیمی تر از بقیه بازی‌های این مجموعه، یعنی مصر باستان میبره. طبق گیم پلی که تو E3 دیدیم، به نظر میرسه که اوریجینز با استفاده از تنوع کامبت، اضافه کردن کرافتینگ و سیستم لوت کردن متفاوت، کاملا پتانسیل اینو داره که این مجموعه رو یه مقداری از یک نواختی چند سال اخیر و چارچوب همیشگی اساسینز کرید دراره و یه مقداری غافلگیرمون کنه. که به نظرم تنها ایراد این مجموعه بی‌نظیره و اگه برطرفش کنن اساسینز کرید اوریجینز میتونه یکی از بهترین بازی‌های امسال باشه. کریتوس تو این عنوان جدید نه تنها با ظاهری متفاوت بلکه با گیم پلی و فضایی متفاوت از بازی‌های قبلی این مجموعه برگشته تا این بار ما رو به دنیای اساطیر اسکاندیناوی و راز و رمزا و موجودات جالبش ببره و در نقش متفاوت یه پدر قرارمون بده که درسته که همون جنگجوی مطلقیه که قراره با تبر جدیدش دشمنا رو تیکه تیکه کنه، اما دیگه تنها نیست و پسرش آتریوس که در طول داستان همراهشه میتونه علاوه بر کمک کردن یه بار احساسی و حتی حدس میزنم یه جور نقطه ضعفم براش به شمار بیاد که باعث میشه تو این عنوان یه تجربه متفاوت نسبت به گاداوارای قبلی داشته باشی.
کاملا جدید، طبیعت اوپن ورلد سرسبز و جذاب برای گشت و گذار با اسکوادمون، اگزوسوتایی که از اعماق آب تا ارتفاعات رو میشه باهاشون طی کرد، حیوانا و موجودات عجیب غریب و وحشی که با تفنگا و قدرت‌های باحال میشه نابودشون کرد، و نکته‌ای که در این تاثیرگذاری فوق‌العاده میتونه در واقعیت گولمون بزنه، یعنی گرافیک شاهکار انتم. همه دست به دست هم دادن تا این بازی رو برام به جذاب‌ترین بازی ای3 امسال تبدیل کنن و باعث شن بعد از آندرومدا از بایوور ناامید نشن. بازیه خیلی جذابی مثل فورتزا موتورسپورت 7، انچارتد لاست لگسی، کال آف دیوتی ورلد وار 2 و کلی عنوانهای دیگه هم هفته پیش معرفی شدن که مطمئنم مورد علاقه های هر کدوممون با توجه به سلیقه‌مون میتونه متفاوت باشه و خیلی دوست دارم ببینم شما بیشتر از همه منتظر کدوم هستید. قسمت جا نمیشدن و تو ویدیوهای بعدی حتما با هم بررسیشون میکنیم. اسم من میاه، مرسی از اینکه ویدیو ما دیدین. خدافظ.